مسیح الله قماندان توله اوزه دهم شهر کابل را کی به قتل رساند. با نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای چینل وان اسمار. امید داریم تا آخر این ویدیو ما را دنبال نموده و نیز این چینل را سابسکرایب نمایید. قماندان توله اوزه دهم پلیس مسیح الله را حمید نام چرس فروش به قتل رساند. همچنان امرالله ساله روی برگه فیسبوکش می نویسد: متاسفانه یکی از افسران سحرخیز و پرکار حوزه دهم پلیس دوهم سارن مسیح الله قماندان توله حوزه دهم در جریان عملیات علیه جرم پیشگان شهید گردید. قاتل این افسر پلیس حمید نام دارد که در فهرست جرم پیشه ها که منتشر شده است شامل می باشد. محل سکونت قاتل تلاشی شد اما او فرار کرده از بود. مهار جرم قیمت و بهای دارد که آن را نیروهای شجاع ما روزانه می پردازند. از مردم می خواهیم بیشتر از پیش با این نیروها با وقار همکاری نمایند. در عین حال یکی دیگر از افسران لوجستیکی ما مربوط به حوزه 12 پلیس در حوزه 8 با چاقو مجروح گردیده است. گرفته شده از صفحه فیسبوک رسمی امرالله صالح. جلسه 6:30 صبح کابل، تصمیم 49. چهارم، مرگ فردین امینی تروریستی نیست اما خانواده او حق دارند خواسته تحقیقات عمیق شوند. دستگاه دولت مکلف به پاسخگویی است و این مکلفیت برای ما عزیز است، اما اگر این خانواده داغ دیده اصرار بر مرموز بودن قتل دارند، پس پلیس مجبور خواهد بود که تمام اعضای خانواده هم از آناسیه را قتل دارند. پس پلیس مجبور خواهد بود که تمام اعضای خانواده از آناسیه را به تحقیق احضار نمایند. هر قتل را مرموز خواندند و بعد حکومت را متهم کردند به تحقیق احضار نمایند. هر قتلی را که مرموز خواندند و بعد حکومت را متهم کردند، نه انصاف است و نه قانون. پلیس به خاطر احترام به عزت خانواده ها بسیار اوقات نمی خواهد جزئیات بدهید. از این حیای پلیس نباید سوء استفاده گردد. من به پلیس هدایت دادم که از این به بعد در قضایای جنایی اگر کسی بخواهد به باجگیری بپردازد، از ادبیات حقوقی بیرون رفته و اصل قصه را با و به مردم بیان نمایند تا افشای روانی بر نیروهای پلیس از کشفی و امنی کم شود. پنجم، گفته اید کار تحقیق روی پرونده شهید سیاوش به کجا رسید؟ من روز پنجشنبه با مسئولینی که قضیه را عمیق زیر بررسی دارند حرف زدم. دوسیه همچنان زنده است و هر روز پیگیری میگردد. من گفته بودم سرنخ‌های خام و ابتدایی به دست آمده است. چنگ زدن به سرنخ ابتدایی و بر آمدن برای توقع به اساس ایجاد می نماید. ما بالای قضیه کار داریم و حتما ملت را در هنگام دستیابی به نقطه هدف در جریان خواهیم گذاشت. نیاز به تغییر در قانون. متاسفانه قانون در برابر کسانی که به اصطلاح معتاد اند و دست به جرم میزنند مانند سرقت موبایل خاموش و مبهم است. اکنون با سارانوالی در بحث هستیم که این معضله حل گردد. اما به حوزه های پلیس هدایت داده شده است که چیزی به نام ترحم و بهانه اعتیاد و مخدرات به جرم پیشگان نداشته باشند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستید. اوقات خوش داشته باشید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.